بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، شما را خوش آمدید میگیم باز هم به ادامه سلسله دروس مضمون محاسبه مالی دو. ما رسیدیم به البته بحث ما روی میتود های ارزش گذاری ذخایر گودام است. ما تا هنوز میتود مصارف مشخص یا specific identification میتود را ما کار کردیم با مثال و در جورنال کردیم در ویدیوهای قبلی. در ویدیو ما روی روش یا میتود دومی حرف میزنیم که به نام میتود فایفو یاد میشه یا فیفو، که او میتود در حقیقت عبارت از طوری که شما در سلایت هم میبینین، ما میگیم فایفو یعنی چی؟ یعنی که first in، درست؟ first out، FIFO، first in first out یعنی میتود مصارف، میتود در حقیقت فیفو. خب که بنام فیفو یاد میشه. البته در این میتود هم مثل که ما در ذخایر گفتیم، ذخایر یا مصارف اجناس میشه به دو بخش، مصارف اجناسی که به فروش میرسه و مصارف اجناسی که در گودام باقی میمانه، در این میتود هم تقسیم بندی شده. البته ما در این میتود اینطور فرض میکنیم، یا حسابدارا در اگر بخوای از این میتود استفاده کنه در کمپانی ها گودام را ارزش گذاری کنه، در این میتود اینطور فرض میشه که جنسی که در اول خریداری شده، درست، در گودام آمده، اونمو جنس اول به فروش میرسه، بعد جنسی که در قدم بعدی میایه، بعد او در قدم بعدی به فروش میرسه. به این ترتیب از خاطر میگیم first in first out. first in یعنی جنسی که در اول آمده یا اجناسی که در اول در گودام باقی آمده، مثلا در گودام، هر چه زودتر وقتی که جنس را بخوایم به فروش برسانیم یا مثلا در پروسه تولید ببریم، از گودام وقتی بیرون میشم اول امو اجناس را که اول آمده بود اونا را بیرون میکشیم یا به فروش میرسانیم، بعدا در قدم بعدی باز اجناسی که بعدا آمده اونا را میتونیم به فروش برسانیم. به این ترتیب این میتود از نامش پیدا هست که first in first out، یعنی اجناسی که اول به آمده اول به فروش میرسه و اجناسی که بعدا آمده اونا در قدم های بعدی به متبین نوبت یا نوبتی به فروش میرسه. این میتود یا از این رویش وقت استفاده میشه که در حقیقت خود در حقیقت قیمت ها به شکل مشخص نباشد، مثلا قیمت هایی که مثلا گودامی که در مثلا در اجناس که خریداری میشه در گودام میه، قیمت هایش به آسانی مثلا در تاریخ های مشخص مثلا امکان پذیر نیست که ثبت شده باشد. به او خاطر ای برخلاف میتود قبلی که میتود specific cost میتود ما شما گفتیم، میتود مصارف مشخص، برخلاف از او ما ای را محاسبه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که در میتود مصارف مشخص ما یک قیمت مشخص داشتیم، به معنا که در حقیقت امو جنس در امو قیمت مشخص خود به ثبت رسیده بود و ما هم وقتی که جنس را ارزیابی کردیم به امو قیمت خرید یا امو قیمت خرید مشخص ما ضرب کردیم و سنجیدیم. ولی در میتود first in first out به معنا که ما امو جنسی که در اول آمده و نمو را در هر قیمتی باشد اول او را به فروش میرسانیم، بعد اجناس دیگر را به متبید به نوبه در حقیقت چی میکنیم؟ به قیمت خریدش ضرب کرده و در آخر کار جنس خود را ارزش گذاری میکنیم. به ارتباط طوری که شما در سلایت هم میبینین، ما امو مثالی را داریم که قبلا در حقیقت ادامش را ما میتونیم به رویش فیفو کار کنیم که ببینیم تفاوت از این با رویش قبلی یا specific identification method در چیست. خب امیتون میبینین تاریخ اول آگست تا تاریخ 31 آگست اجناس هم خریداری شده و هم به فروش رسیده، درست؟ از تاریخ 1 تا 31 آگست در حقیقت در طول از این ما اجناس هم خریداری شده و هم به فروش رسیده. یک جنس در گودام چقدر باقی مانده او را هم ما میتونیم حساب کنیم. وقتی که جنس خرید میشه و بعد جنس به فروش میرسه ازش تفریق کنیم، بالاخره به این ترتیب ادامه بدیم تا آخر ما میتونیم بگوییم که چقدر جنس در گودام باقی مانده. خب یالی
بیایم از اول آگوست حساب کنیم، موجود اول در اول آگوست در حقیقت 10 واحد بوده، قیمت هر واحدیش در حقیقت 91 دلار بوده که میشه 910 دلار، درست؟ خب در 3 آگوست اگر ببینیم، در 3 آگوست ما 15 واحد خرید کردیم، 15 واحد خرید کردیم در قیمت 106 دلار، البته قیمت 106 دلار میشه 1590 دلار، درست؟ 1590 دلار. خب اینا ما 10 واحد در اول ده موجود داشتیم، 15 واحد دیگر هم بالاش خریدیم، اضافه شد در گودام ما، در حقیقت حالی میشه چند؟ 25 واحد. 25 واحد ما حالا در گودام داریم. از این 25 واحد چطور حال ارزش گذاری کنیم؟ سوال در اینجا هست که این 25 واحد را ارزشش چند میشه؟ ارزشش میشه 2500. ارزشش میشه 2500. از کجا پیدا شد 2500؟ به این معنا که ما 10 واحد اول که در گودام آمده بود، در گودام بود قبلا، قیمت از اون 91 دلار است که ما 910 دلار رو ضرب کردیم، به این معنا که 991 ضرب در 10 910 دلار میشه. بعد از 25 دلار 15 دلار دیگر هم باز 106 دلار خریدیم، در حقیقت این رو هم بالاش جمع میکنیم، 15 ضرب در 106 به این ترتیب 910، 15 ضرب در 106 اگر این حساب کنیم، به خاطر از اینکه واضح فهمیده شوه شما ببینین، 15 ضرب در 106، بله 1590، 15 واحد ما 1590 میشه که اینجا هم ضرب شده، یعنی 1590 ایره با 910 دلار قبلا داشتیم، 910 دلار میشه 910 جمع 1590 2500. بنابراین 2500 واحد در حقیقت ما چیکار کردیم؟ خریدیم. 25 واحد به ارزش 2500 در گودام فعلا موجود است. خیلی خوب، به قیمت خریدار در. یعنی در 14 آگوست ما جنس را نخریدیم، فروش کردیم، بلکه از 25 واحد که در گودام داشتیم ما 20 واحدش به فروش رساندیم. درست؟ پس 25 واحد که 20 واحد تفریق کنیم، 5 واحد دیگر در گودام باقی مانده. درست؟ 5 واحد که در گودام باقی مانده باشد، پس ما ایتر شما خوب دقت کنین، 5 واحد در گودام باقی مانده. خب دیگایش چقدر به فروش رسیده؟ 20 واحد دیگه ما به فروش رساندیم با کدام قیمت؟ یعنی که در حقیقت 10 واحدش را، 10 واحدش را که از 25 واحد، از 20 واحد 10 واحدش را در قیمت 1.91 دلار به فروش رساندیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما گفتیم فرست این، یعنی اولین بار اینمی اجناس در گودام شامل شده بود یا داخل شده بود، ما در 91 دلار. باز 10 واحد دیگه که میمونه، چون 20 واحد به فروش رساندیم، بعد 10 واحد دیگه که مانده اون را حتما باید در قیمت 106 دلار، در قیمت خرید که دومین بار جنس ما آمده بود، این 15 واحد اول 10 واحد آمده بود و بعد 15 واحد آمده بود، یعنی دوم 10 واحد دیگه شده در 106 ضرب کردیم 10060 و این هم ضرب کردیم 910، 910 و 10060 میشه 1970. اینا 1970 واحد در حقیقت ما چیکار کردیم؟ جنس را به فروش رساندیم یا قیمت امتیعی به فروش رسیده است. در مجموع میشه 20، از 25 که 20 کم کنیم 5 واحد دیگر میمونه. اینا 5 واحد که باقی مانده، این 5 واحد را در قیمت 106 دلار ما چی میکنیم؟ ضرب میکنیم تا ارزش گودام ما با چی شود؟ حساب شود. چرا در 106، چرا در 91 ضرب نکردیم؟ به خاطر از اینکه او را در حقیقت 91 دلار نال ما به فروش رساندیم، اونا در اول رفتن به فروش، به فروش رسیده و جنسی که باقی مانده در قیمت 106 دلار است بلند، یعنی اونا قبلا ما چیکار کردیم؟ ضرب کردیم و در 106 دلار هم 5 واحد را ضرب کردیم که میشه 530. پس 500 به ارزش 530 و 5 واحد در گودام باقی مانده. خب به این ترتیب اگر ادامه بدیم، شما طوری که میبینین در 17 آگوست باز خریداری داریم، خریداری در حقیقت 20 واحد است، در 115 میشه 2300 دلار، درست؟ 2300 دلار. خب 5 واحد در گودام داشتیم، جمع 20 واحد، 25 واحد دیگر ما بالا در گودام داریم، 25 واحد. خب 25 واحد ارزش شده 2830. چرا؟ دلیلش از این 25 واحد
پنج واحدش را که ما در قیمت 106 دلار باید ضرب کنیم، چون را که این جنس در قیمت آمده بود. بعد 20 واحد دیگیش را که ما در عبده آگست، این اینا بعد از تاریخ های 14 و 3 و اول آگست آمده در گودام، بعد در 115 دلار باید ضرب کنیم که میشه در حقیقت 2300 جمع در حقیقت 5 واحد در 106 که 530 میشه، 530 جمع 2300 میشه 2830. پس به ارزش 2830 و 25 واحد در گودام فعلا باقی مونده. خب در 28 آگست همونطور که میبینین باز دوباره ما چیکار داریم؟ ما در حقیقت 10 واحد را ما خرید کردیم. 10 واحد را البته در قیمت 119 ما خرید کردیم که ارزش میشه 1190. خب اینا لی 20 واحد اونجا داشتیم، 10 واحد نو خرید میشه 35 واحد. 35 واحد آل جنس در گودام است. ارزشش چطور میشه؟ چطور پیدا کنیم ارزشش را؟ خب از این 35 واحد 5 واحدش در 106 دلار طوری که میبینین ما ضرب کنیم، در گودام داشتیم البته 5 واحد در 106. 20 واحد دیگه هم در 115 ما داریم که ایران با خودش نوشته میکنیم. خب این 25 میشه 25. 10 واحد دیگه که 35 واحد شوه، 10 واحد دیگه ما در قیمت 119 که نو خریدیم در این باید چکار کنیم؟ ضرب کنیم که 1190 میشه. پس 100 در حقیقت 530 دلار جمع 2300 دلار جمع 1190 دلار که در واحد میشه میشه 4020 دلار. پس 35 واحد یا 35 قلم جنس ما در گودام داریم به ارزش 4020 دلار در گودام است. خب به همین ترتیب اگر ادامه بدیم در 31 آگست ما خریداری نداریم، بلکه چی داریم؟ بلکه فروشات داریم. خب در فروشات همونطور که میبینین ما در مجموع در 31 آگست در حقیقت به ارزش 18 واحد 22 واحد در حقیقت به ارزش 22 واحد یا به مقدار 22 واحد ما چی داریم؟ جنس را به فروش رساندیم. اینال 35 واحد ما در گودام داشتیم، درست؟ 35 واحد ما در گودام داشتیم و 22 واحد دیگر هم ما چی داریم؟ فروش کردیم از گودام، گودام کاهش پیدا کرد، از 35 که 22 رو تفریق کنیم 12 واحد دیگر جنس در گودام مانده. 12 واحد را چه رقمی حساب کنیم؟ first in first out از متد، از یک متد اگر استفاده کنیم از این 12 واحد، دو واحدش را باید در قیمت 115 باید ضرب کنیم، قیمت 115 و 10 واحد دیگه باقی میمونه. 10 واحد را در قیمت 119 ما در قیمت 119 آخرین قلم بود که ما در حقیقت چیکار کردیم؟ این خریداری کرده بودیم. بنابراین 2 واحد ضرب در 115 دلار، 10 واحد ضرب در 119 دلار در حقیقت اگر یار دور جمع کنیم 1420 دلار که همون 12 واحد میشه، ما به ارزش 1420 دلار در حقیقت در گودام جنس داریم که ای به این میتود فیفو ما ای را ارزش گذاری کردیم. البته می از این 22 واحد ما 5 واحدش در 106 دلار ضرب میکنیم، درست؟ و البته اینجا شما ببینین 5 واحدش در 106 ما ضرب کردیم، از 22 18 دیگهش میمونه. البته اینجا 20 واحد دیگه مانده، ما باید 20 گرفته نمیتونیم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما اینجا 18 واحد دیگه داریم، 18 واحد دیگه را در 115 ضرب میکنیم. اگر از این 18 واحد مثلا 20 واحد میبود 20 رو ضرب میکنیم، اگر 25 میبود مثلا 20 اش را در 115 ضرب میکنیم، 5 دیگهش را میامدیم در از قیمت پایانی 119 ضرب میکنیم. چون در اینجا 18 هست ما 5 اش را در 106 ضرب کردیم، 18 دیگه را از 20 که میمونه در 115 ضرب کردیم، در حقیقت 20070 شد. پس 530 جمع 20070 میشه 4570. این قیمت هم تی ای به فروش رسیده است که در مجموع میشه 43 واحد. پس به این ترتیب ما میتود فرست ان فرست اوت میتود را ما میتونیم به این ترتیب ارزش گذاری کنیم، یا ارزش گذاری ذخایر گودام به روش فیفو میتونه به این شکل باشه. به این معنی که جنسی که در اول آمده بود در گودام او را ما در اول در نظر گرفتیم در قیمت خرید، و جنسی که در آخر یا در قدم های بعدی میایه او را در قدم بعدی ما میتونیم به این ترتیب حساب کنیم. این بود درس امروزی ما و شما، یا در این ویدیو. در تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتان.